همکارم شاهد علوی اینجا در استودیو با ماست. خوش آمدی شاهد. به نظر تو این اعتراضات چه ویژگی های منحصر به فردی داره، یا به عبارت دیگه چه تفاوتی میشه قائل شد با این اعتراضات و با اعتراضات دیگه که داشتیم؟ به نظر میشم در چند جنبه میشه اعتراضات فعلی رو متمایز دونست از اعتراضات قبلی. در درجه اول که تو این چند روز بارها گفته شده این هست که این اعتراضات در واقع گستردگیش در حدی هست که میشه اون رو با اعتراضات سال 57 مقایسه کرد، یعنی فراگیرتر از 88، فراگیرتر از 96، فراگیرتر از 97 98. اما اگر اون چند جنبه مشخص رو هم بخوایم در واقع مورد مورد بگیم، یکی مسئله سن. ما در اعتراضات قبلی معمولا یه طیف سنی رو بیشتر میدیدیم، جوانان بودن و ولی تو این معمولا جوانان بودن. تو این اعتراضات ما میبینیم که خیر، جوان، نوجوان، بزرگسال کنار همدیگه اعتراض میکنن. یعنی این مسئله در واقع انگار مسئله جمهوری اسلامی به جایی رسیده برای مردم که حتی سن که آدم ها رو محافظه کار میکنه دیگه نتونسته مانع از حضورشون در خیابون بشه. مسئله جنسیت هست. در اعتراضات قبلی زنان حضور داشتن، اما معمولا مردان میداندار بودن. این بار زنان نه تنها میداندارن که پیشاهنگ اعتراضات هستن. مسئله سوم مسئله طبقه هست. گفته میشد مثلا 88 جنبش طبقه متوسط، 96 97 جنبش طبقه کارگر، یا اقشار در واقع در فرو دستان، فقرا، نیازمندان، توی دستان به یک معنا، البته نیازمند نادرست بود، اسخای میکنم، اما این بار همه هستند. جان باخته سقز کارگره، جان باخته دگلان کارگره، کسانی که تایید شدن تا این لحظه و از طبقه متوسط و طبقه کارگر حضور دارن. مسئله چهارم هم در همتنیدگی اتنیکیه. اینجا دیگه میدونیم در جنبش‌های قبلی یک منطقه بیشتر درگیر میشد. اگر جنبش سبز در تهران و اصفهان بود، در تبریز و سنندج و کرمانشاه کمرنگ‌تر بود. این بار از سقز و سنندج و مریوان و کرمانشاه گرفته تا تبریز و ارومیه و اردبیل و تا مشهد و ساری و رشت و بجنورد و بندر عباس و رفسنجان و تهران و همه با هم به میدون اومدن. اینا مسائل مهمی که فکر میکنم اینو متمایز میکنه و اتفاقا میتونه این نوید رو بده که این بار تغییر عمده‌ای در جریان خواهد. شاید یه سوالی هستش که من از نمونه قبلی برنامه هم پرسیدم و خیلی هم پرسیده میشه، مردم مدام دارن میپرسن، با این همه اعتراضات، با این همه گسترش و حجم اعتراضات، با این همه سرکوب‌هایی که داره اتفاق میفته، آیا به نظر تو نشانه‌هایی از یک اعتراض انقلابی دیده میشه؟ به نظر من دیده میشه، به این معنی که در واقع وقتی این ویژگی‌ها رو کنار هم دیگه می‌گذاریم، وقتی هم به در واقع تئوری انقلاب نگاه می‌کنیم، وقتی بخش عمده‌ای از مردم ناراضی‌اند و جنبش پیشرویی هم هست که حاضر هست هزینه بده، انقلاب رخ میده. دست کم با دو تا مؤلفه. الان ما هم بخش عمده‌ای از جامعه رو ناراضی داریم. مؤلفه‌های گوناگون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی هم دست به دست هم داده. سطح خشونت رو به افزایش حکومت در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، افزایش اعدام‌ها به جای اینکه جامعه رو بترسونه، جامعه رو شجاع‌تر کرده و یک شعله به اسم در واقع جان عزیز ژینا که معنای زندگی هست، قرار دوباره با از دست رفتن اون جان عزیز زندگی جامعه برگرده. ژینا یعنی زندگی بخش در کردی. اینجا گویا ژینا با از دست دادن جانش داره به جامعه ایران دوباره زندگی میبخشه.